سلام بیننده عزیز، با امیدی که جور و صحتمند باشین انشالله که کلگیشیم جور و تیار باشین. امروز در بازار سنگ ماشم دیم، یک جایی را که واقعا یک کاری نیگی یک کاری خوبی را انجام داده جناب آقای رضایی عزیز که امروز ما امیر در برنامه داریم که امروز صحبت کنیم، قصه کنیم که چند وقت شده ای کار را اینجا را اندخته و یک کار بسیار عالیه. سلام آقای رضایی عزیز. سلام علیکم. خوب هستین؟ شکر، خوب هستین. خانه خیره ده؟ سلامت باشه. آقای رضایی عزیز، اگر بیشتر خود معرفی کنی برای دوستا و برندای ما. رضایی هستم از منطقه جاغوری، ولسوالی جاغوری. دیگه امی سفارا شروع کردیم در برج پنج، انشالله در برج پنج تکمیل کردیم کارایش را. دیگه همین سال؟ همین سال آره، برج پنج همین سال شروع کردیم. دیگه این کارهای برق را شروع کردیم، از پیش که بود از طریق ماشین برق میدادیم این ماشین را، این مردم بازار سنگ ماشه را. حالا باز تصمیم نمی شد که از طریق برق نوری یک خیلی هزینه کم برق نوری را فعال کنیم، از طریق برق نوری بتونیم بازار سنگ ماشه را برق بدیم. خب آقای رضایی عزیز، گفتین که قبلا ماشین بود جالنتور که هم به حساب تل قیمت هم شده. چند سال پیش از این که کارش چند سال پیش او رو جور کرده بوده نمی دستگاه ماشینی برق را؟ تقریبا دستگاه ماشین 15 سال پیش از این بود. بازه ما کستم 11 سال میشه دمی، بازه 3 سال یا 4 سال اون نفر دیگه پیش از ما فعالیت میکرد، بازه نفر رفته بازه بادار سنگ ماشه را برقش طویل ما داد. باز ما 11 سال میشه فعالیت میکنیم، 10 سال تقریبا از طریق جنراتور برق میدادیم. از طریق جنراتور حدودا نمی بازار سنگ ماشه قد جوشکار و مستری و تمامی اوتل و بد بلا چقدر چیه مشتریه در حدودا؟ حدودا چقدر دکانه؟ 400 تا مشتری از اینجا کسته از طریق جنراتور برق داشتیم. از طریق جنراتور 400 تا مشتری برق میدادیم. دیگه باز و جنراتور کسته امسال باز نرخ تلا خیلی رفت بالا، دیگه نه با جنراتور که هر چی که حساب میکردیم نمیشد، که توان مردم پورا نبود که مردم بتونه در اون طریق برق بگیره. و در حساب لیتر تل بود، دیگه در حساب لیتر تل قرارداد داشتیم قد از این مردم جا سنگ ماشه. و در حساب لیتر تل کسته و در حساب شیر در حساب پیسه میدادیم، در حساب پیسه از پیش پیسه میگرفتیم. باز امسال کسته تصمیم نمیشد که در حساب چی برق نوری جور کنیم. دیگه باز انشالله برق نوری را جور کردیم، فعال کردیم انشالله. برق آقای رضایی عزیز، برق نوری را که جور کردین چند وقت میشه؟ چند ماه میشه؟ از برج پنج امسال شروع کردیم. خب. از برج چهار شروع، برج سه شروع کردیم کارهایش را. بخیال زیاد مصرف کده سر ازی؟ هزینش زیاد است دیگه، هزینش تقریبا 50 لگ افغانی هزینه زی شده دیگه. مثل کل کار شد روزایی که هفته و نباشه ابری باشه هم مردم میتنه استفاده کنه؟ روزایی که مثلا چیز نباشد ابری باشد باز میتنه مردم استفاده کنه. باز یک کم ذره مشکلات داره دیگه، روزایی که مثلا برق را فیکس نمیتنه بیده دستگاه دیگه. از این خاطر که باز تا که برق کمزوری نکرده باز از جنراتور برق نمیگره. این دستگاه یک جوری مثلا عیاری هست که برق باید کم دمو عیارش برسه بعد از میتونه از جنراتور بگیره. فعلا چند سفر همین شما آماده کنید؟ در فعلا 240 تا صفحه آماده است. 240 ها؟ 240. خب 240 همین بازار را خوب سایه برق میده؟ 240 صفحه جور کردیم. باز اینا کسته برق اگر افتابی باشد 60 کلاوات برق تکمیل میده. خب در اندازه 60 کلاوات برق جور کردیم که افتاب باشد. افتاب باشد 60 کلاوات برق میده. اگر روزای مثل امروز که نیمه ابری دیگه تقریبا نه، در این روز چی رقم مردم میتنه؟ در این روزا که اصلا مردم میتنه جنراتور کنارش روشن میکنیم از طریق با جنراتور کسته باز کمداری خیلی جنراتور میگره. خب دیگه همیت مستقیم بیتری میتری هم خریداری کدین یا نه؟ نه مستقیم برق میتنه. چند فاز برق میده؟ از برق ازی صحبت کو که چی قسم هسته؟ برقش هسته تقریبا در بازار که تقسیمات هسته بازار سنگ ماشه روی نقشه نیسته. دیگه 9 فاز اعلی 10 فاز برق هست دیگه، نمید کچه ها تقسیم شده از طریق قضیه باز میره دیگه. جوشکاران میتونه از این برق استفاده کنه؟ جوشکاران میتونه استفاده کنه، جوشکاران برقش خوب است دیگه.
دیگه. از طرف شاو چه رقم برق داره؟ از طرف شاو کستا برق داره، از طرف شاو کستا تا ساعت 10 بجه شاو برق هستا. از طرف شاو کستا جانلیتور جانلیتور روشن میکنه. بچه چطور همی صرفا همی تیل و جانلیتور که مصرف چی هم قیمت چی بال رفته تیل؟ خوب است، بد نیست دیگه. اما که بعضی که حالا خودش میدونین که وضعیت افغانستان خوبی نیست، کل چیز نرخ بالا رفته، تیل نرخش بالا رفته دیگه. ما هم یک جور حساب میکنیم که ما هم بتونیم اینجا فعالیت کنیم، این مردم هم بتونه استفاده کنیم. آره آره. پیشتر صحبت کردین که در پایین برق آوی هم میتونین جور کنین، بخاطر از همو صحبت کنین که چطور او جور نگده؟ برق آوی که هسته باز مشکلات خود خود زیاد داره. برق آوی که هسته اگر جور کنیم، برق آوی جنجال چه زیاد است. تابستان برق نداره، زمستان باز یک زمستان که هسته مصرفی بازار که هسته زیاد نیسته، بس فقط تابستان هسته مصرفی بازار. به خاطر از او تصمیم نشد که برق آوی جور کنین، تصمیم شد برق نوری جور کنین. خب آره دیگه، نتیجه خوبی داره. منتها به خیال ما بودجه زیادی مصرف کردین، یا بازم میخواین سر از این مصرف نشه رقم؟ دستگاهی شکسته در هرات جور شده، در هرات جور کردیم و بنده خدا دستگاه رو جور کرده، خیلی تلاش کرده، یعنی خیلی دستگاهش خوب شده است. ساخت خودم زی افغانستان است دیگه. اونو باز دستگاهش جور کردیم 90 کیلووات. خب باز دست 90 کیلووات برق که جور کردیم، مثلا ما اینجا فعال کردیم 60 کیلووات برق صفحه سرش سخت کردیم. باز میتونیم اضافه کنیم که دستگاه 90 کیلووات، ما میتونیم که 40 کیلووات دیگه اضافه کنیم که شونه 90 کیلووات برق بتونیم بدیم. 90 کیلووات برق خیلی برق زیاد است، کمی نیست. باز هر قدر مردم که نیاز داشته شد برقش میتونه کنه. فعلا تصمیم عزیز هم دارین که مثلا برای آینده که جانلیتور بخی خلاص شونه بیتین بیتری خریداری کنین، یا مثلا چون از طرف روز میتین برق است هفته هسته، از طرف شب دیگه هفته نیست، با او خاطر تصمیم دارین که مثلا این را تغییر بدیم؟ نه فعلا که هسته او تر تصمیم جدی نداریم که مثلا از طریق بیتری بیتینیم برق بدیم. بیتری که هسته هزینهش خیلی زیاد است. بیتری زیاد خراب شدنی داره، خراب میشه. باز بیتری های استاندارد نیست اینجا مثلا که 3 سال 4 سال کار کنه دیگه. بیتری های هسته بخش 6 ماه 7 ماه کار میکنه، باز هزینه بیتریش هم تقریبا خیلی بالا است. این میقدر هزینه که بخش خود از صفا و دستگاه ده، این میقدر هزینه بخش بیتری بخواید که بیتری. همی کلیوار چند مفروشین، چی رقم در کلیوات حساب مونین برای مشتری ها یا نه؟ کدام حساب دیگه یه؟ در حساب کلیوات هست، هر کسی که برق میگرد باست حساب کلیوات. کلیوات کلاود 70 روپی در فلان برق میدیم. خب کلاود 70 روپی فلان. بیشترین مصرفی برق را در بازار سنگماشه کی داره، چی رقمه؟ در فلان کس در بیشترین اکثرات مصرف ها رو جوشکار ها و همین دکاندار های رخت فروشی ها داره دیگه. خب یعنی مشتری شما از جوشکار ها و مستری ها هست زیادتر دیگه. خب راستی در این کلن شخصیه یا شراکت ها چی رقمی نیش یادیم؟ نه شخصی جور کردیم، هزینش شخصیه، هزینش خودمون کنتون تهیه کردیم. چطور از این کار تنوز که جریان داره راضی هستین؟ بعد نیست زیاده که بگیم اینقدر هزینه کردیم، اینقدر باز به خاطر هزینشی اینقدر سود بیشتر باشد نداره که مثلا حساب 50 لگ افغانی پیسه کمی نیست که هزینه کردیم دیگه. وضعیت جوری هسته که ما خودم سالهای اول تقریبا یک 15 سال پیش در بازار سنگماشه آمادیم. در 15 سال ما یک تلفن خود را چارج زدیم، از ما یک تلفن مرا که چارج کرده 20 روپی افغانی اینجا گرفت. باز ما در فکرم دیده شدم که والا این مردم که هسته یک تلفن خود میاره در اینجا چارج میکنه 20 افغانی خیلی پیسه خود زیادی است که یک تلفن خود در بابت که یک تلفن را مثلا 15 دقیقه یا 20 دقیقه میزنه در چارج بیرکز هر نفر که این قصد 20 افغانی بگیره. امروز روزی در فکر ازی شدم که ما مثلا یک خدمت بکنم بخشی از مردم سنگ باشه، یک خدمت یعنی لحاظ برق راحت چنه؟ لحاظ برق راحت باشه. پیش از او کسای دیگه که برق داشته در بازار کیلووات چند مفروخت؟ پیش از او کیلوواتش در نرخ تیل بود دیگه. هر قدر پیش از ما که بودیم، یعنی جایی که بود که ما جور کردیم، اینجا هم یک ماشینی بود
باز پیش از او که ما هر روز اون سالی که آمادم کلوات 65 روغانی بود در حساب نرخ تیل بود دیگه، هر قدر که نرخ تیل میرفت مثلا اگر تیل را 65 روپی میگه 50 روپی میخرید 65 حساب میکرد، 20 روپی از نرخ تیل با بالا حساب میکرد به خاطر که مصرفی برق و اسراف برق چیزا 20 روپی از نرخ تیل با بالا بود دیگه. چطور ایال مردم مشتری راضی است از برق؟ بعد نیستم مشتری راضی است از برق که کمزوره چطوره؟ نه ساهای قانون برق یک رقم قانون داره که برق تا میتونه تا 300 متر را برق بیتی استاندارد برق استاندارد بعد از 300 متر دیگه ترانس دا کار شد که این دهی بازار سنگ ماشه مثلا روی نقشه نیسته که ترانس دهیم بازمی بعد از 300 متر کم زره مشتری ها مشکل داره ده اونجی ساهش دور میشه دیگه باز برخش یک کم داره ضعیفه. امی دستگاه ها کجا شما جور که دین از کجا به دست میاری؟ این دستگاه ها که هسته در هرات جور شده در نام سید زاکر است در هرات امی در نام باز هرات که هسته در نام دستگاه در هرات جور شده در نام سید زاکر است باز هرات الکترونیک که هسته یعنی شرکت چی هسته در نام هرات الکترونیک بازی دستگاه بهتر هست آقای رضایی عزیز با شما جای دیگه هم رفتین برای این دستگاه ها که خریداری کنین یا نه؟ فقط قبلا همراه آقا صاحب شناخته بودین چه رقم؟ ما قبلا کس آقا صاحب یک فروژه در کابل جور کرد، فروژهش در کابل توخ کردیم، البته از طریق ویدیو هایشی و ایده هایشی بخشی ما تصمیم که گرفتیم جور کنیم و ایده هایشی را بخشی ما روان کرد. خب از طریق ویدیو هایشی باز گفت ما یعنی قدر نشقم در کابل جور کردیم، باز ویدیو هایشی که توخ کردیم گفت ناقصی نداره یعنی نشقم وقت آفتاب باشد برق تکمیل میده، باز می ویدیو های زور که توخ کردیم باز قدره خوش در تماش شدیم صحبت کردیم باز کل چیزش را ضمانت کرد بخش ما که هیچ خرابکاری نداره مثلا کدام مشکلی هم نداره خراب شنم بعد از یک سال من اینجور مونم. باز بند خدا خیلی یک آدم خوب محترمی هستن امی خودش هم باز اینجا دستگاه را جور کرد نصب کرد این صفحه را باز دستگاه را وقت برق شعله کردیم در بازار دیگه از روزی که فعال کردیم تا امروز هیچ مشکلی هم نداره دستگاهش کدام ناقصی هم نداره بگیم کدام ناقصی باز دوباره برق قجور شد بازار قجور را باز گرفته همه اون بنده خدا هم دستگاهش را مثلا دستگاهش جور کرد برقش فعال کرد هیچ کدام مشکلی هم نداره بازار این صفحات را هم از همون جا خریداری شد زیرا نه صفحه را از کابل خریداری کردیم صفحه را که از یک شرکت از کابل خریداری کردیم. خواه سلامت باشی زنده باشی آقای رضایی عزیز دیگه کدام گفتنی برای دوستای که شما را در بیرون از افغانستان میگیرنم دوستا را همین قسم میبینن که در همین افغانستان ملک خودش هست جاوری هر کسی که از جاوری میبینه جاوری ملک خودش در هر قدر که مردم بیتنه کمک کنه در مردم جاوری از هر توانی از هر نگاه ورزیش و نگاه مثلا از یک معارف و زراعت و مثلا از مردم خیلی خوشحال میشن دیگه خون مردم جاوری که هست یک مردم کوبندی هست اینجا هیچ چیزی هم نداره دیگه پیسایی که از اون طرف ما امید کل مردم در اون طرفی هست دیگه در این طرفی نیست که مثلا ما بگیم کدام شرکتی در اینجا فعال میشه این چیزایی نیست فقط از مردم که تا بیتنه هر قدر از توان چه باشد قنجه از مردم جاوری کمک کنه که مردم جاوری یک کم ذره روزگار و وضعیت چه خوب باشد دیگه سلامت باشید سلامت باشید خدا نگهدار دیگه